بردیا افشین، همکارم از لندن با من هست. بردیا خوش آمدی، روز مهمی بوده و اتفاقات مهمی افتاده. چه نکاتی هست در این قطعنامه که به نظر حائز اهمیت میان؟ قطعنامه است بسیار مهم، نه فقط در لحن که در محتوا. خیلی ها این قطعنامه رو یک گام عملی به سوی این میدونن که بالاخره جمهوری اسلامی نسبت به اون چیزی که نقض فاحش حقوق بشر خونده میشه پاسخگو بشه، و اینکه جمهوری اسلامی پس از بیش از 4 دهه که به خاطر نقض حقوق بشر در قبال نقض فاحش حقوق بشر مسئولیت داشته، بالاخره بخواد مسئولیت پذیر باشه. تا پیش از این خیلی اون چیزایی که اینجا تصویب میشد رو در واقع قطعنامه هایی در حد کلام میدونستن، اما این قطعنامه بر مبنای گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، صادر شده که اون هم لحنی جدی تون داشت و در این حال گزارشی بود مشخصاً به گزارش بود از روایات اون چیزی که طی 6 ماه گذشته در ایران رخ داده، به خصوص پس از کشته شدن مهسا امینی و سرکوب گسترده معترضان ایرانی در سراسر کشور از سوی جمهوری اسلامی. و اونجا هم ما شاهد راهکارهای عملی بودیم و در این قطعنامه هم شاهد اصرار بر راهکارهای عملی هستیم، از جمله به رسمیت شناختن بیشتر اون چیزی که قبلا در آذر ماه سال پیش اینجا در همین نشست در واقع ویژه تصویب شده بود، و اون به راه انداختن اون مکانیزم حقیقت یابی. ما در یکی از 7 بند می‌بینیم که اصرار به اون شده، و اینکه حالا خود اشاره کرده که جاوید رحمان 1 سال دیگه تمدید شده فعالیتش، اما خواسته شده از جاوید رحمان که اتفاقا با اون مکانیزم همکاری کنه، و البته از جمهوری اسلامی خواسته که با این مکانیزم همراهی کنه، و خب از جامعه بین‌الملل که بتونن این مکانیزم رو به عنوان یک اصلی که میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه نسبت سرکوب گسترده بتونن پیش ببرن. بعد 23 کشور رای مثبت دادن، آیا گمانه‌زنی‌هایی وجود داره که جامعه بین‌الملل از این قطعنامه چطور استقبال خواهد کرد و این چه تبعاتی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ به 23 رأی اشاره کردی، این رأی چشمگیر در مقابل 8 رأی در مگه مقایسه کنیم با قطعنامه‌های مشابه، این عددی است عددی چشمگیر و نشون میده اون چیزی که پس از کشته شدن مهسا امینی شهریور سال گذشته در ایران اتفاق افتاده، جامعه بین المللی رو به فکر فرو برده که از کلام، از رفتارهایی که شاید عملگرایانه نباشه فاصله بگیرن و اینجا از عملگرایی صحبت کنن. ما در صحبت‌های نماینده لوکزامبورگ، فنلاند شاهد بودیم. این قطعنامه رو در واقع کشورهای ایسلند و بریتانیا پیش آوردن، اما به نظر میاد که حامیان اونها حمایت کردن هم از گزارش آقای جاوید رحمان و هم از اون چیزی که اینجا گنجونده شده. و خب مثلا نماینده آمریکا هم اینجا بسیار بسیار به نظر میاد که احساسی صحبت کرد، و در این حال عملگرایانه وقتی گفتش که ما در کاخ صلح در امنیت نشستیم، اما همچنان سرکوب به شکل حیرت‌آور در ایران علیه مردم ایرانی به خصوص زنان، به خصوص جوانان ادامه داره، به خصوص اقلیت‌ها باید کاری کرد. اما این طرف 23 رأی رو گفتیم، همونجوری که انتظار می‌رفت به اصطلاح حامیان جمهوری اسلامی از اون استقبال نکردن. در واقع اون چیزی که نماینده جمهوری اسلامی اینجا تکرار کرد، اونها هم تکرار کردن از جمله جمهوری خلق چین و کوبا، و گفتن که این در واقع قطعنامه استفاده ابزاری از شوراست، استفاده سیاسی از شوراست برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی، و چیزهایی مثل تحریم رو مطرح کردن، گفتن که مثلا تحریمایی که اعمال شده به جمهوری اسلامی باید برداشته شه که اون نقض حقوق بشره. اما اگه به صحبت‌های جاوید رحمان گوش بدیم، اون میگه که یک مثلا تحریم‌هایی که اعمال شده اینجا چطور میتونه توجیهی باشه برای کشتن بیش از 70 کودک در ایران، 70 کودک معترض طی 6 ماه گذشته. بنابراین این رو بهانه جویی میدونه، و اتفاقا رفتار حامیان جمهوری اسلامی و رفتار جمهوری اسلامی رو سیاست زده میدونه، و کسانی که حامی این قطعنامه میگن تحریم هایی که به جمهوری اسلامی اعمال شده در واقع نقض حقوق بشر نیست، اتفاقا باعث میشه که مانع میشه که جمهوری اسلامی بتونه به این شکل ساختارمند و سازماندهی شده سرکوب نقض حقوق بشر ادامه نده. یک نکته دیگه هم بگم،
کسانی هم که در واقع رأی ممتنع دادن به معنی این نیستن که حمایت میکنن از جمهوری اسلامی. به فرض کشورهایی، حالا میدونیم که کشورهایی مثل هند و قطر ممکنه به خاطر مناسبات سیاسی خودشون اینجا رأی ممتنع داده باشن، اما آفریقای جنوبی که رأی ممتنع داده تاکیدش بر این بوده که اول از همه ایران باید پاسخگو باشه، جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه به نقض فاحش حقوق بشر، به خصوص در قبال زنان، و اشاره هم نماینده آفریقای جنوبی کرده بود به تاریخ مبارزات زنان و این رو بر نمیتابه این چالشی که زنان در پیش رو دارن. اما کشورهای آفریقایی شاید به خاطر این برحذر میشن از اینکه رأی مثبت بدن که ممکنه این الگویی رو بسازه برای اینکه اونها هم بعداً در شکل مشابه بخوان پاسخگو باشن. ولی رأی ممتنع این کشور آفریقایی مثل آفریقای جنوبی به این معنی نیست که از این قطعنامه حمایت نمیکنن، در حرفا حمایت کردن و خواستان این شدن که جمهوری اسلامی نسبت به اون چیزی که نقض فاحش حقوق بشر خونده میشه پاسخگو باشه و بخواد همکاری کنه هم با آقای جاوید رحمان و هم با اون مکانیزم حقیقت یابی. ممنونم از تو بردیا افشین از گزارش جامعت هم که ما رو همکاری کردی، همراهی کردی در این بخش.